اخبار این سطر را با گزارشی از خبرگزاری فرانسه درباره اهداف سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه برای پیشبرد چارچوب مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل ادامه می‌دهیم. جان کری سفر 4 روزه خود به فلسطین و اسرائیل را از پنجشنبه 2 ژانویه آغاز کرد. وی در این سفر به طور جداگانه با محمود عباس و نتانیاهو دیدار و گفتگو کرد. چارچوب مذاکرات صلح که جزئیات آن تاکنون فاش نشده است، به مسائل اساسی مورد اختلاف بین دو طرف خواهد پرداخت. تعیین مرزهای کشور فلسطین، سرنوشت بیت المقدس که فلسطین و اسرائیل ادعا می‌کنند پایتخت آنان است، و نهایتاً بازگشت پناهندگان فلسطینی از موارد اختلاف هستند. خواسته فلسطینیان این است که مرزهایشان به مرزهای سال 1967 قبل از جنگ 6 روزه برگردد، در حالی که اسرائیل نوار غزه را اشغال کرده و می‌خواهد شهرک‌سازی‌های خود را در مناطق اشغالی حفظ کند. اروپایی‌ها می‌گویند اگر مذاکرات این بار شکست بخورد، مسئولیت بر عهده اسرائیل است. در زمینه امنیتی اسرائیل قصد دارد در دره اردن حضور نظامی داشته باشد، اما فلسطینیان این خواسته را رد کرده و به جای آن حضور نیروهای بین المللی را برای تضمین امنیت طلب می کنند. یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا گفت شهرکسازی توسط اسرائیل مشکلاتی را در مذاکرات به وجود آورده و واشنگتن آن را نامشروع می داند. کری می داند در این سفر با مخالفت‌های شدیدی از هر دو طرف در مورد رسیدن به چارچوب مذاکرات صلح روبروست. یاسر عبدربه از مشاوران محمود عباس روز پنجشنبه درباره چارچوب توافق ناخرسند بود و گفت این چارچوب حاکمیت فلسطین را در نوار غزه محدود می کند. او گفت مرزهای 1967 به عنوان یک توافق و عقب نشینی بیدرنگ اسرائیل از نوار غزه می تواند یک پیشرفت واقعی باشد. مقامات آمریکایی روز جمعه اذعان داشتند توافق روی چارچوب ارائه شده زمان بیشتری می طلبد و این بار به این توافق دست پیدا نخواهند کرد. ضمن آنکه اعلام کردند مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و فلسطین از ماه ژوئیه آغاز خواهد شد. و آخرین خبر این ساعت، مجلس مؤسسان تونس روز شنبه 4 ژانویه اولین مواد قانون اساسی خود را تصویب کرد. به گزارش لومون اولین مواد قانون اساسی که قابل تغییر و تبصره پذیر نیستند، تونس را به عنوان یک جمهوری که در آن برتری کامل با حق و قانون است و کشوری آزاد مستقل با حاکمیت ملی و غیر نظامی تعریف می کند که مذهب آن اسلام است. لومون می افزاید در اولین مواد بر جدایی دین و دولت تاکید شد و به این ترتیب آزادی عقیده را تضمین می کند.